شامگاهی شبکه ایتن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی، و در شامگاه سه‌شنبه 20 آگوست سال 2013 مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار، برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیست به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بازخوانی گزارشی درباره زندگی دشوار پناهجویان در سوئیس. در مطلبی تحت عنوان طرح ممنوعیت ورود پناهجویان به اماکن عمومی سوئیس. این اکثر فصل مهمترین خبرها. مشاور ارشد رهبر ایران در گفتگو با آسوشیتد پرس تاکید کرد که آغاز به کار روحانی فرصتی برای تغییر ادبیات و رویکرد غرب و ایران نسبت به یکدیگر است. یک مقام دیپلماتیک حکومت ایران گفته است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رهبری مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی را بر عهده می‌گیرد. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور مصر در پاسخ به اظهارات نخست وزیر ترکیه گفت وکلای مدافع غرب حق ندارند به ما درس میهن دوستی بدهند. دادستان پرونده ویکی‌لیکس درخواست دست کم 60 سال زندان برای برادلی مینینگ کرده است تا پیامی روشن به سایر سربازان آمریکایی داده شود. مقام‌های سازمان ایمنی دریانوردی استرالیا حدود 106 نفر از پناهجویان را از یک قایق در حال غرق شدن که به آب‌های استرالیا وارد شده بود نجات دادند. نیروهای امنیتی مصر محمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین را در آپارتمانی واقع در نزدیکی میدان راب عبدویه در قاهره دستگیر کرد. یک دادگاه ضد تروریستی در پاکستان رسما پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور را به قتل بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم متهم کرد. سردبیر گاردین میگوید نیروهای امنیتی بریتانیا درایوهای کامپیوتری حاوی اطلاعات فاش شده توسط ادوارد اسنودن را از بین بردند. اینک مشروع اخبار. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران فرصت را در اختیار قدرت‌های غربی میگذارد که با تهران به توافق برسند، اما تهران هیچگاه درباره فعالیت‌های اتمی خود کوتاه نخواهد آمد. بنابر این گزارش، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس تاکید کرد حکومت ایران در مواجهه با غرب از زبان متفاوت با دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد استفاده خواهد کرد. علی اکبر ولایتی همچنین تأکید کرد که ایران به دنبال روابط بهتری با غرب است، اما با این حال گفت رژیم ایران هرگز دیگر به توقف غنی‌سازی اورانیوم تن در نخواهد داد. گفتنی است آسوشیتد پرس با اشاره به نزدیکی ولایتی به آیت الله خامنه ای گزارش می‌دهد که تأکید او بر تغییر لحن ایران نشانه بارزی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی قصد دارد سیاست خارجی خود در مواجهه با غرب را تغییر دهد. یادآور می‌شود آقای ولایتی در این گفتگو همچنین اشاره کرده است که رهبر جمهوری اسلامی زمینه را برای پیشرفت در مذاکرات دو جانبه با قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده آماده می‌بیند.
در حالی که آقای خامنه‌ای پیش از این نسبت به چنین ایده‌ای به ویژه مذاکرات با آمریکا رویکردی منفی داشت. و خبری از پرونده اتمی ایران. یک مقام دیپلماتیک حکومت ایران گفته است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رهبری مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی را بر عهده می‌گیرد و این در حالی است که رهبری مذاکرات تاکنون بر عهده شورای امنیت ملی ایران بود. به گزارش رویترز این مقام دیپلماتیک ایرانی که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه 29 مرداد به این خبرگزاری گفته است پرونده اتمی ایران به وزارت امور خارجه منتقل شده است. وی همچنین گفته است که اجازه ندارد به طور علنی در این باره سخن بگوید. گفتنی است این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره انتقال پرونده اتمی از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه مورد سوال قرار گرفت. وی اما با تاکید بر اینکه هنوز هیچ تصمیمی درباره انتقال پرونده هسته‌ای از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه گرفته نشده گفت هیچ فرقی نمی کند. ما یک سری اصول و مبانی در بحث هسته‌ای داریم که تغییر ناپذیرند. به گفته وی در صورتی که وزارت امور خارجه متصدی مذاکرات شود از قابلیت‌های لازم برای تصدی آن برخوردار است. یادآور می شود قبلا هم گزارش هایی در این زمینه منتشر شده که از جمله سخنگوی کاترین اشتون مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار قریب الوقوع خانم اشتون و جواد ظریف خبر داده بود. و خبری از افزایش تنش میان ترکیه و مصر. احمد السلمانی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور مصر در پاسخ به اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که رویدادهای مصر را کودتای آشکار نظامی نامیده گفت وکلای مدافع غرب حق ندارند به ما درس میهن دوستی بدهند. به گزارش الجزیره مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور مصر روز سه‌شنبه 20 آگوست در گفتگو با روزنامه مصری الیوم افزوده است مزدوران منطقه هرگز نمیتوانند دولت مصر را به زانو درآورند و این در حالی است که خبرگزاری آناتولی ترکیه طی گزارش امروز خود به نقل از اردوغان نوشت آنچه در مصر روی داد یک کودتای نظامی آشکار بود که دست به خونریزی زده و در سر این کودتا افرادی بدون ترحم به قتل رسیدند. بنابر این گزارش رجب طیب اردوغان در دیدار با رهبران منطقه حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه افزود اینها در مصر چه میگویند؟ میگویند دموکراسی از صندوق رای در نمی آید. چه کسی پشت این قضیه است؟ اسرائیل؟ به گفته اردوغان در صورتی که کشورهای غربی به نتایج انتخابات احترام نگذارند رژیم‌های استبدادی قدرت میگیرند. وی همچنین تاکید کرد که کشورهای ثروتمند در جهان عرب پشت کودتا هستند که به نظر می رسد اشاره آقای اردوغان به عربستان سعودی و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس باشد. و خبری از آمریکا. دادستان پرونده ویکی‌لیکس درخواست دست کم 60 سال زندان برای برادلی مینین کرده تا پیامی روشن به سایر سربازان آمریکایی داده شود. و این در حالی است که مینینگ به دلیل تحویل اسرار محرمانه دولت و ارتش آمریکا به سایت ویکی‌لیکس محاکمه می شود. به گزارش CNN جو مور دادستان پرونده مینینگ می خواهد برادلی مینینگ 25 ساله زمانی دوباره روی آزادی را ببیند که پیر مردی شده است. بنابراین گزارش او در دادگاه نظامی در فورت مید درخواست 60 سال زندان برای مین کرد و این در شرایطی است که دستگاه قضایی آمریکا با این مجازات در این حال میخواهند درس عبرتی به دیگران بدهند چرا که دادستان پرونده از قاضی دادگاه خواست که با مجازاتی سنگین پیامی روشن به همه سربازان آمریکایی بدهد که به دزدی اطلاعات محرمانه فکر میکنند. گفتنی است برای برادلی مینینگ در این حال جریمه نقدی معادل 100 هزار دلار نیز تعیین شده است. یادآور می‌شود دادگاه در ماه گذشته میلادی برادلی مینینگ را در 20 مورد از 22 مورد اتهام مجرم شناخت که از جمله عدول از قوانین ضد جاسوسی، دزدی و مخابره اسناد محرمانه نظامی و سیاسی دولت آمریکا
در این میان تصمیم دادگاه درباره مجازات او در روزهای آینده اعلام می شود. و خبری از استرالیا. مقام های سازمان ایمنی دریانوردی استرالیا اعلام کردند که روز سه‌شنبه 20 آگوست حدود 106 نفر از پناهجویان را از یک قایق در حال غرق شدن که به آبهای استرالیا وارد شده بود نجات دادند و این در حالی است که 5 تن دیگر از سرنشینان این قایق هنوز یافت نشده و احتمال می‌رود که جان باخته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قایق در فاصله 120 مایل دریایی در شمال جزیره کریسمس با مشکل مواجه شد و با ارسال پیامی از ناوهای سازمان ایمنی دریانوردی استرالیا درخواست کمک کرده است. بنابر این گزارش یک سخنگوی این سازمان در این باره گفت زمانی که ناوها به محل این قایق رسیدن نیمی از آن در آب فرو رفته بود و تعدادی از سرنشینان آن بیرون از قایق در آب شناور بودند. وی همچنین افزود عملیات نجات همچنان ادامه دارد و یک هواپیما، یک کشتی دیگر نیروی دریایی استرالیا و یک کشتی تجاری نیز همینک راهی محل سانحه هستند. گفتنی است هنوز در مورد ملیت و هویت پناهجویان سرنشین این قایق گزارشی مخابره نشده است، اما در سوانح مشابهی که به طور مکرر در آب‌های جزیره کریسمس روی می‌دهد، تعداد زیادی از پناهجویان سانحه دیده ایرانی و افغانی بودند. و خبری از دستگیری رهبر اخوان المسلمین در مصر. نیروهای امنیتی مصر بامداد روز سه‌شنبه 20 آگوست محمد بدی رهبر گروه اخوان المسلمین را در آپارتمانی واقع در نزدیکی میدان رابع دویه در قاهره دستگیر کردند و این در حالی است که میدان رابع دویه در هفته‌های گذشته میادگاه اصلی هواداران اخوان المسلمین بوده که در اعتراض به برکناری محمد مرسی توسط ارتش در آنجا تجمع کرده بودند و روز چهارشنبه هفته گذشته در جریان اقدام پلیس برای پراکنده ساختن این عده 280 نفر از آنها کشته شدند. به گزارش العربیه رهبر اخوان المسلمین پس از دستگیری به زندان تره، همان زندانی که حسنی مبارک در آنجا نگهداری می شود، منتقل گردید. بنابر این گزارش سرلشکر عبدالفتاح عثمان در این باره اظهار داشت رهبر اخوان المسلمین هیچ مقاومتی در هنگام دستگیری از خود نشان نداد. به گفته این نظامی مصری بدی در منزل یکی از معلمان هوادار این گروه اقامت داشت. گفتنی است حکم بازداشت محمد بدی روز 10 ژوئن و در نخستین جمعه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر صادر شد. بدی در این روز با حضور در میان هواداران اخوان المسلمین آنها را به ادامه تظاهرات و مقاومت و زمان آزادی محمد مرسی و بازگشت او به مقام ریاست جمهوری مصر فرا خواند. یادآور می شود ارتش مصر بدی و سایر رهبران اخوان المسلمین را به دلیل این سخنرانی به تحریک به آشوب و خشونت متهم کرده و تحت تعقیب قرار داده بودند. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن توصیه پزشکی امشب جلب می کنم که توسط دکتر مهدی شیدایی به سمع و نظرتان می رسد. دوستان عزیزی که احساس کوفتگی ماهیچه میکنن حالا بعد از روز کاری یا هر چی، ماساژ خیلی، ماساژ رو ترجیح میدن. ماساژ خیلی خوب هستش، ماساژ خیلی موقعا کمک میکنه، ولی یادتون باشه ماساژ همیشه درمان نیستش. فکر نکنید که شما اگه یه درد خاصی دارین با ماساژ میشه از بین بره. ماساژ میتونه کمکتون بکنه، اگه کمک کرد عالی، ولی اگه بعضی موقع هم میتونه اگه درد شما جدی‌تر از اون حد فقط ماهیچه باشه میتونه ماساژ بهترش بکنه. موقعی که ماساژ میرین به ماساژ تراپیستتون بگین که فشار زیاد بهتون نیاره، مخصوصا اگه درد دارین، چون میتونه بهتر تحریک کنه و دردتون بهتر بکنه. و اگه بعد از سال چند جلسه ماساژی که رفتین دیدین که احساس بهتری نمی‌کنین، بدون اینکه اون مشکل جدی‌تریه و فراتر از فقط ماساژ هستش، با دکتر کارپکتر خودتون صحبت بکنین و یه تستای خاصی انجام میشه از لحاظ ارتوپدی، نورولوژی و این حرفا که ببینین که مشکل واقعا از کجا هستش و چطور میشه جلوی مشکلات بعدی رو گرفت. و
و خبری از پاکستان. یک دادگاه ضد تروریستی در پاکستان روز سه‌شنبه 20 آگست به طور رسمی پرویز مشرف رئیس جمهور سابق و فرمانده پیشین ارتش این کشور را به قتل بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم متهم کرد و این در حالی است که خانم بوتو در سال 2007 میلادی در یک حمله تروریستی در شهر راولپندی در استان پنجاب پاکستان به قتل رسید. به گزارش رویترز، دادستان پرونده ترور بی‌نظیر بوتو در راولپندی اعلام کرد پرویز مشرف متهم به قتل، توطئه برای قتل و تدارک قتل متهم شده است. بنابر این گزارش، مشرف در مقابل دادگاه تفهیم اتهام خود را بیگناه خواند و دور بعدی رسیدگی به این پرونده به 27 آگست موکول شد. و این در شرایطی است که اگر اتهام وی ثابت شود، مجازاتی سنگین در انتظار او خواهد بود و ممکن است به حبس ابد و یا حتی اعدام محکوم شود. گفتنی است در این پرونده 6 نفر دیگر از جمله 4 نظامی و مقام ارشد پلیس نیز متهم شدند. یادآور می شود مشرف که در حال حاضر در حبس خانگی به سر می برد، علاوه بر اتهام های فوق از سوی دیوان عالی پاکستان به خیانت به کشور نیز متهم شده است. مشرف در این پرونده متهم است که در سال 2007 قانون اساسی کشور را ساقط کرده و از اعتبار انداخته است. و خبری از بریتانیا. سردبیر گاردین میگوید نیروهای امنیتی بریتانیا درایوهای کامپیوتری حاوی اطلاعات فاش شده توسط ادوارد اسنودن را از بین بردند و این در حالی است که دولت بریتانیا از اظهار نظر درباره اتهامی که از طرف گاردین وارد شده خودداری میکند. به گزارش بی بی سی، آلن راسپرجر سردبیر روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است اقدام به از بین بردن این اطلاعات نقطه اوج فشارهایی است که چهره‌های در سایه دولت بریتانیا در هفته‌های اخیر بر گاردین وارد کردند. بنابر این گزارش، وی در ادامه افزوده است پس از تهدید و فشار طولانی ماموران امنیتی در دفتر گاردین، آنها کامپیوترهایی را که اطلاعات اسنودن روی آنها بود از بین بردند. او این اتفاق را یکی از عجیب و غریب‌ترین لحظاتی دانسته که در تاریخ گاردین به چشم می‌خورد. به عقیده وی این عمل ماموران اطلاعاتی بریتانیا ثابت کرد که آنها از عصر دیجیتال چیزی نمی‌فهمند، چرا که به رغم نابود کردن اطلاعات اسنودن در کامپیوترهای لندن، کپی این اطلاعات در دفاتر دیگر گاردین وجود دارد. یادآور می‌شود گاردین اولین رسانه‌ای بود که اطلاعات ادوارد اسنودن درباره جاسوسی غیرقانونی آژانس ملی امنیت ایالات متحده علیه شهروندان آمریکایی را افشا کرد، ضمن آنکه با افشای اطلاعات بیشتر روشن شد که آمریکا همچنین به شنود متحدان اروپایی خود نیز دست می‌زند. بینندگان عزیز، این توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بازخوانی گزارشی درباره زندگی دشوار پناهجویان در سوئیس. در مطلبی تحت عنوان طرح ممنوعیت ورود پناهجویان به اماکن عمومی در سوئیس، طرح‌های پیشنهادی برخی مقام‌های محلی در سوئیس برای تفکیک پناهجویان خشم مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است، چرا که بر اساس این طرح به پناهجویان اجازه نمی‌دهند از امکانات عمومی مانند استخر، زمین‌های ورزشی و زمین‌های بازی استفاده کنند. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، این اقدام سوئیس
با آپارتاید یا تبعیض نژادی فرقی ندارد. توجه شما را به دیدن گزارشی در این باره جلب. این کارگران تا به اینجا برسن راه زیادی طی کردن. افغانستان، سوریه، اریتره. به امید پناهندگی در سوئیس به این کشور آمدن. آنها را برای کار اینجا فرستادن تا در مورد درخواست پناهندگیشان تصمیم گیری شود. فکر نمی کردم ما رو اینطور از بقیه جدا کنند. فکر می کردم مردم سوئیس رو می بینیم و با فرهنگشون آشنا بشیم. محل زندگیشان اینجاست. ساختمانی که قبلاً کاربرد نظامی داشته. اینجا تا نزدیکترین آبادی کیلومترها فاصله دارد. داخل خوابگاه کارگران اجازه فیلم برداری نمی دهند. سوئیس همیشه با پناهجویان سخاوتمندانه رفتار کرده. این کشور در سال گذشته 48,000 پناهجو پذیرفته. دو برابر میانگین بقیه کشورهای اروپایی. دولت سوئیس تصمیم گرفته پناهجویان را در آبادی‌های کوچک و روستاها اسکان دهد. روستاهای مثل این. لئو والیمن یکی از ساکنان این روستاست. پدر و مادرها نگرانند. من یه دختر دارم که عصر از مدرسه میاد خونه. اینجا جنگل تاریکه و فقط یک چراغ توی خیابون هست. البته که نگرانم. آمار نشان می‌دهد تنها عده کمی از پناهجویان مرتکب جرم می‌شوند. در بین پناهجویان کودک هم هست. قرار است به پناهجویان اجازه استفاده از امکانات عمومی مثل این زمین بازی کودکان را ندهند. نمیدونیم چه جور آدمایی قراره بیان و چطور رفتار کنن و یا مثلا در برخورد با بچه‌ها مشکلی پیش میاد یا نه. سازمان عفو بین‌الملل گفته این رفتار با پناهجویان مثل تبعیض نژادی است. دست کم یکی از ساکنان این روستا با پناهجویان همدردی می‌کند. The people they come here, they are also human beings. افرادی که اینجا میان هم انسان هستند. Don't just come for fun. برای تفریح اینجا نیومدن. شاید گذشته سختی داشتن. شاید از جنگ گریختن. در چند منطقه دیگر سوئیس هم دسترسی پناهجویان را به امکانات عمومی محدود کردند. خیلی از سوئیسی‌ها میگویند با پناهجویان مشکلی ندارند. به این شرط که مجبور نباشند کنار آنها زندگی کنند. بینندگان عزیز، با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تن تیوی تا برنامه دیگر، شما را به خدا می سپاریم. روز و روزگار بر همگان خوش. شبکه تن